نبی اسرائیل. تشکر سروش. به نام خدا و با سلام. در آغاز خبری از افشای نیروگاه اتمی جدید در کره شمالی. به دنبال فاش شدن وجود یک نیروگاه اتمی جدید در کره شمالی، آمریکا میگوید که ساخت این نیروگاه نشان دهنده تحرک پیونگ یانگ به سوی بی‌ثباتی منطقه است. مایک مولن، لیدر سیز اردوی آمریکا، گفته است که کره شمالی در مسیر بی‌ثبات کردن منطقه گام برمی‌دارد. استیفن بازورد، فرستاده ویژه آمریکا برای کره شمالی، این اقدام پیونگ یانگ را مخالف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خوانده است. مقام‌های آمریکایی به دنبال اظهارات یک دانشمند این کشور در مورد برنامه اتمی کره شمالی واکنش نشان دادند. این دانشمند هسته‌ای آمریکایی گفته است در دیداری که هفته گذشته از کره شمالی داشته، بیش از 1000 سانترفیوژ غنی‌سازی اورانیوم به او نشان داده شده است. زیگفرید هکر، محقق دانشگاه استنفورد، طی مقاله‌ای که در سایت این دانشگاه منتشر کرده، گفته که از مشاهده تأسیسات اتمی وسیع این کشور حیران شده بود. استیفن بازورد، فرستاده ویژه آمریکا برای کره شمالی، میگوید که کشورش تلاش‌های پیونگ یانگ در زمینه غنی‌سازی یورانیوم را از مدت‌ها پیش از نزدیک زیر نظر قرار داده است. با این حال دیگر مقام‌های آمریکایی می‌گویند وقتی که بازرسان بین‌المللی با تسلیحات اتمی در ماه اپریل 2009 میلادی از کره شمالی اخراج شدند، این تأسیسات وجود نداشت. آقای بازورد گفته است که تأسیسات جدید نقص آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل و تعهدات کره شمالی در گفتگوهای پیشین اتمی است. این یک کار نادرست است. اقدام تحریک‌آمیز از سوی کره شمالی و در عین حال نگران کننده. اما این یک بحران نیست و ما غافلگیر نخواهیم شد. قرار است آقای بازورد با مقام‌های ژاپن و چین بر سر کنار گذاشتن برنامه اتمی کره شمالی گفتگو کند. او در عین حال گفته است که انتشار گزارش در مورد فعالیت اتمی کره شمالی مدرک دیگری از رفتار پیونگ یانگ در راستای بی‌ثباتی منطقه‌ای است. برنامه را با خبری از نشانه‌های سوء قصد تروریستان در آلمان ادامه می‌دهیم. دولت آلمان در عین حالی که نگران اقدام‌های تروریستی در خاک خود است، به مردم این کشور گفته تا به زندگی عادی خود ادامه دهند. گفته می‌شود که اطلاعات موجود از منابع گوناگون نشان می‌دهد که چند تندرو وارد برلین شدند. مقام‌های امنیتی آلمان به دلیل تهدیدهای احتمالی و نشانه‌هایی از وجود سوء قصدها آمادگی می‌گیرند. بیم آن می‌رود که حملات تروریستی در ساختمان پارلمان آلمان و یا هم در یکی از بازارهای کریسمس صورت گیرد. این روزها در میدان‌های هوایی و ایستگاه‌های مرکزی قطار در آلمان حضور ماموران پلیس چشمگیر است. ماموران امنیتی با سلاح‌های خود در اماکن عمومی گشت و گذار می‌کنند. همه این اقدام‌ها آمادگی‌های امنیتی خوانده شده برای مقابله با حملات احتمالی شورشیان که نشانه‌هایی از آنها دیده شده است. انگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، این تهدیدها را جدی خوانده است. اما او از مردم آلمان خواسته تا بدون ترس زندگی کنند و به شیوه زندگی غربی خود ادامه دهند. گفته می‌شود که اطلاعاتی درباره عاملان مشخص و هدف‌های آنان وجود ندارد. اما ساختمان پارلمان آلمان و بازارهای کریسمس از جمله مکانهایی هستند که احتمال می‌رود هدف این حملات باشند. با این حال ورود شورشیان با بم در ساختمان پارلمان با وجود تدابیر شدید امنیتی به دور از امکان خوانده می‌شود. منابع اطلاعاتی گزارش داده‌اند که دو شورشی آموزش دیده در وزیرستان شمالی در برلین مخفی شده‌اند. و این هم آخرین گزارش خارجی این ساعت. در حالی که خانواده‌های معدنچیان گیر مانده در نیوزلند برای نجات عزیزان خود ناامید شدند، دولت این کشور از آمادگی‌ها برای آغاز عملیات نجات خبر می‌دهد. این معدنچیان از جمعه گذشته در پی مسدود شدن راه معدن در آن گیر مانده‌اند که از جمله دو تن آنان شهروندان بریتانیا‌اند. عدم پیشرفت در عملیات نجات خانواده‌های معدنچیان را ناامید کرده است. برخی از این خانواده ها به معدن برده شدند تا آمادگی ها برای نجات عزیزان خود را از نزدیک ببینند. تا کنون عملیات نجات آغاز نشده، اما دولت نیوزلند آمادگی ها برای آغاز این عملیات را تشدید کرده است. 3 روز است که معدنچیان در درون معدن گیر مانده اند.
شهردار شهر گریموت نیوزلند، جایی که 29 مدنچی در آن گیر ماندند، از افزایش خطرها برای از دست دادن این مدنچیان هشدار داده است. با گذشت هر روز عملیات نجات آغاز نمی شود. خانواده های مدنچیان می دانند که خطر از دست دادن عزیزانشان افزایش می یابد. تلاش ها برای ایجاد یک حفره در معدن تنها کاری است که تا به حال انجام شده است. قرار است با استفاده از این حفره تجهیزات ارتباطی به معدن داخل شوند. ما می‌خواهیم عملیات نجات را به گونه انجام دهیم تا آنانی که زنده اند بیش از این به خطر نیفتند. شفاخانه ها در انتظار نجات جان معدنچیان است. در شفاخانه ها بسترها و خدمات عاجل آماده شده اند. در حالی که خطری از دست دادن معدنچیان افزایش یافته، مسئول گروه نجات معتقد است تا زمانی که معدن امن نشود، امدادگران نمی‌توانند وارد عمل شوند. ادامه برنامه با همکارم مدرسه جویا. تشکر از شما.